خب سلام دوستان، خسته نباشین. گرامر درس 23 از A.2.2 کتابهای منشن. تو این بخش ما در مورد اسامی نسبی یا اصلا جملات نسبی داریم صحبت میکنیم، یعنی چیزایی که تو جمله ما نسبت به اون میخوایم مثلا نسبت به کسی یه جمله بسازیم و موردی رو به کسی نسبت بدیم. مثل اولا این رلاتی نسبی، مثل رلاتیو ذات جمله نسبی. حالا چیه؟ میگه مردی که آنجاست پدر من هست، بچه‌ای که آنجاست برادر من هست، خانمی که آنجاست مادر من هست. اینا تو این جمله در واقع داره به اون خانم یک نسبیتی ما داریم اعلام میکنه. این توی آلمانی به چه صورته؟ اولا تمام این جمله هایی که ما میبینیم چون به خاطر اصلی که وجود داره، یعنی جمله در واقع با زاین هست، نومیناتیویه، فاعلیه. در آلمانی ما این مردی که، بچه‌ای که یا خانمی که رو میخواییم ببینیم اینجا چطور میتونیم ادا بکنیم. در من در dort ist مردی که آنجاست، is my father پدر من. اون وقت در به جاش اینجا دری که اومده یعنی مردی که، بچه ای که، دست کین دست دورت ایست بچه ای که آنجاست. دی فراو دی دورت ایست خانمی که آنجاست. خب حالا اگر اینا جمع باشن دی فراون دی دورت زین خانمایی که اونجان. خب پس دی بعد از کاما دوباره میاد و اتفاقی که تو این جمله میفته، شما بعد از کاما آوردن دی فاعل رو میبرین در آخر. این رو باید رعایت کنیم. اما ما چی داریم اینجا؟ این موقعیت داتیوی رو میخوایم موقعیت آکوزاتیوی هم ببینیم چی جوریه. اون وقت میشه مردی را که، زنی را که، بچه‌ای را که. خب چون ما را داریم، اگر من بخوام بگم که در من دن ایش زا، مردی را که من دیدم
Der Mann, den ich sah, مردی را که. خب ما میدونستیم توی آکوزاتیو در تبدیل به دن میشه. همین رو در نظر بگیریم برای آرتیکل های دیگه. دی فراو دی ایش زا، خانمی را که من دیدم. Das Kind, das ich sah. خب بچه ای را که من دیدم. همون جوری که میدونین در اکوزاتیو دی همون دیه، داس همون داسه، توی جمع هم همینه. Die Kinder, die ich sah. بچه‌هایی رو که من دیدم. این دی برای یعنی ما میدونیم که پلورال هم دی دی. این رو در موقعیت اکوزاتیوی باید رعایت بکنیم. خب حالا برمیگردیم به سوالات، به بخشی که خود کتاب به عنوان تمرین به ما داده در گرامر. ببینید چه اتفاقی افتاده. در حالت نومیناتیو میگه Das ist der Beruf. Das ist der Beruf. این شغلیه که der zu mir passt. Der zu mir passt. Der Beruf, der zu mir passt. این شغلیه که مناسب منه. شغلی که، پس یادمون باشه. اون وقت پسن که فعل ماست رفته در آخر. نمونه اکوزاتیو این رو میگه که Das ist der Beruf, den ich لیبه. این شغلیه که دوستش دارم. آن را دوست دارم. خب پس این اکوزاتیوی و این نومیناتیوی. نمونای دیگه ای که در کتاب میبینید با توجه به حروف تعریف انتخاب شده. مثلا نمونه دیگه میگه که Das ist das Buch. Das ist das Buch. این کتابیه. Das که so M lernen ist. این کتابیه که ارزش پیشنهاد رو داره یا مناسب پیشنهاده. میتونم به دیگران پیشنهاد بکنم. یا نمونه دیگه میگه Das ist die Arbeit in Korea, die zu mir passt.
کاریه که مناسب منه. باز دی عربت دی. خب همین رو اگر شما جمله اکوزاتیوی بخواییم بسازیم، کاری را که من دوست دارم، کتابی را که میبینید، اینا رو شما با توجه به همون موقعیتی که ما برای اکوزاتیو در نظر گرفتیم بیاین رعایت بکنیم. فقط میدونین که در ما تبدیل به دن میشه، باقیش همونه، فقط ما از یک فعل اکوزاتیو ساز استفاده میکنیم. خب دوستان، خسته نباشید. چنانچه باز اگه سوالی براتون در این بخش بود میتونین بپرسین، در خدمتتون هستم.